أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكون. برادران و همشیرهای محترم، امروز هم به توفیق الله سبحانه و تعالی ما پروگرام خود را از تلویزیون جهانی پیام افغان آغاز کردیم. در هفته گذشته چیزی نواقصی پیدا شده بود که پروگرام ما را شما شنیده نتوانستین و ما معذرت میخواهیم از اینکه امروز انشاءالله درست است و شما میشنوین و بشنوین. دیگه این چی را که بحثی را که راجع به کسوف و خسوف است، این یک برادر ماست که هر وقت میه هر کلم مونتا دیر احسان کهی سل کابل نه تلفون کهی، خدای دی خیر و برکت ور نصیب که هاگه ویلی سماتا دغه دی کسوف دی منزه اغا وای تاسو. ما په هغه ورځ وویلې خو زه خبر نه وم چې دا تلویزیون هغه سوی ده، نو هغه نشر نه شو په اول ځل یو هیچا وانه ورېده. نو له دې سببه بیا تکراروم دا موضوع د هغه محترم ورور لپاره. نو دلته الله سبحانه وتعالی آیت مې تاسو ته ولوسته چې من آیاته الليل والنهار، ساینس یعنی علائم د قدرت د خدای چې ټول شیان خدای پیدا کړي، همه چیزها را خداوند پیدا کرده، ای است که شب و روز را هم خداوند پیدا کرده و آفتاب و ماهتاب را هم خداوند پیدا کرده. و این حال در نتیجه چی میگه خداوند وقتی که را میگه که این چیزها همه از طرف خداوند پیدا شده کائنات؟ ولا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، شما با آفتاب و ماهتاب سجده نکنید. یعنی عبادت سجده، عبادت سجده مراد یعنی عبادت آفتاب و ماهتاب نکنید. آفتاب پرست و ماهتاب پرست نشین، قمر پرست نشین، دیگه چیز نشوید. شما فقط چی کنین؟ واسجدوا لله الذي خلقهن، سجده بکنین با او ذاتی که چیزا را خلق کرده، که او کیست؟ اگر شما عبادت خدا را میکنین، اگر شما خدا را پرستش میکنین، شما خدا را عبادت کنین، شما خدا را عبادت کنین، نه مخلوقشه، مخلوقشه عبادت نکنین. این وجه ای آیه کریمه در سوره فصیلت آیت 37 است. دیگه شما میتونین که هر وقت بخونین و معنایش غور کنین. دیگه ای انه یصلی عند کسوف، قول صلی الله علیه و سلم یوم مات ابنه ابراهیم
رسول الله صلی الله علیه وسلم در وقتی که بچهش ابراهیم علیه السلام وفات کرد، اینی چی را گفت که امی آیت خواند که این شمس و القمر آیتان من آیات الله کسیفان لموت احد را لحیاته فاذا رأیتم ذلك فصلوا وادعوا حتی ینکشف ما بکم. یعنی حدیث در وقت وفات اما بچهش که 18 ماه شده بود، بسیار دوست داشت و آب دیدهش هم ریخت، یک صحابی برش گفت که یا رسول الله شما هم گفت که ای چی است؟ ای رحمت خداوند است، او چیزی را نمی کنیم که خداوند او را منع کرده که چیغ بزنین و گریبانتان را پاره کنین، سرتان را بزنین و چیغ بزنین و گریان کنین، او تر نمی کنیم. چیزی که میاد او خارج از اراده ماست. بنابرای صاحب ای سخنا را فرمودن که ای به نسبت اینا گفتن مردم که یعنی چون ابراهیم وفات کرد آسمان تندر گرفت، پس ای بسیار کلان چی الله سبحانه و تعالی است. رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد شد برای مردم ای سخن گفت که ای یک چیز خداوندی است آفتاب و مهتاب و ای آیت برشان خواند و ای به سبب مرگ کس یا به سبب زنده شدن کس ای چی نمی شود که گرفته شوه یا نشوه، ای کارا دونه خود دیگه وظیفه داره، اینا دیگه کار است که می آید و پیش رویش یک آفتاب یا ماتا واقع می شود، ای روشنیش پت می شود، ولی ایجا شما نماز بخوان. این پیغمبر خدا گفت که شما فصلوا ودعوا، شما نماز بخوانین و دعا کنین حتی ینکشف، تا وقتی که ای روشن شوه. این حدیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم، اگر دیگه کسی مثلا چی میبود صوفیایی چی میگفت که این به نسبت بچه ما ایره چی گرفت، نه، اما چیزی که پیغمبر حق است، پیغمبر بر حق است، اما حقیقتا بیان کرد. این نماز، نماز که آفتاب گرفته شوه این کسوف گفته میشه، که ماتاب گرفته شوه او را خسوف گفته میشه. این نمازی که پیغمبر خدا گفته که شما بخوانین، این بدون آذان و بدون اقامت است، فقط اینا میان به طور جماعت نماز سنت است که جماعت کنه. اگر تنها هم بخونه یه گفته و تصلی جماعتا او فرادا سرا او جهرا، میتونه که به تنها بخونه یا جماعت کنه، یا مثلا سرا بخونه یا جهرا، به خطبه باشه بدون خطبه، همگیش رواست. لکن رسول الله صلی الله علیه و آله در مسجدی که جمعه می خواند در همو جا رفتن دو رکعت نماز خواندن. در مذهب حنفی ای است که دو رکعت نماز است مثل نماز جمعه و چواری، یک رکوع است و دو سجده هست و نمو رقم خوانده می شه و نماز نفل است دو رکعت. ای در مذهب حنفی است. اما در مذهب شافعی میگه وقتی که اول بار در رکعت اول یک کس سوره بقره را بخونه تا آخر که رکوع کرد، باز پس بخیزه باز یک چی دیگر را بخونه که بعد از سال عمران است، او را بخونه، او یک کمی کمتر است از سوره بقره کرده، بعد از او باز چی میکنه یک رکعت میخونه، باز میخزه، باز یک رکوع میکنه، باز سوره مثلا نساء را میخونه، بعد از او که او خلاص شد باز سوره چی را میخونه، بعد از او را میخونه، بعد از او باز دیگه سلام میگردانه. ای بسیار این رقم چی کرده که دو رکوع میکنه، چهار رکوع میکنه در حقیقت، هر رکوعش دو دفعه. اما در مذهب حنفی نورمال مثل نماز جمعه
ومثل نماز عيد انمي رقم دو ركعت و يك ركو و دو سجده انمي رقم ميخوانه و دیگه سلام میگردانه و خداوند وقتی که سلام گشتون البته نماز یک ذره زیاد قرائت میکنه و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله نماز سلام گشتن آفتاب چی شده بود روشن شده بود یعنی این رقم این نمازی چی هست یک نماز دیگه است عند الفزع فزع چی یعنی یک ترس به یک باد به یک رقم حالتی بیه که مردم همه بترسه در این صورت ها آیا صحیح است نماز اختلاف است مگر اکثر جمهور علما گفته که در زلزله ها شوه یا چی شوه کارایی چی شوه باید یک دو رکعت نماز به صورت فرادا هر کس یعنی اگه بخونه و دعا کنه پروا نداره این یعنی خلاصه بحث ما در نماز کسوف و خسوف بود در نماز خسوف هم این میتونه یک قاعده داره لکن یک چیزی کمی فرق داره با نماز چی؟ با نماز کسوف یعنی میتونه که به تنهایی هم بخونه میتونه یا میتونه که به تنهایی بخونه یا به چی؟ خب اینا رأی امام ابو حنیفه مثل دیگه نمازها صلات عید جمعه و این یک نماز نفلی است که بدون خطبه است بدون آذان است بدون اقامت است تکرار رکوع در هر رکعت از این نیست مثل که امام شافعی رحمت الله علیه گفته است یعنی این چیزا را باید شما مراعات بکنین کسی که در مذهب حنفی است نظر به همی حدیث مادر عایشه رضی الله تعالی عنها اینا چی کرده است و حدیث به یک رقم دیگه هم آمده است که در یک رکو دو رکو شوه و ایتو شوه خب هر صورت امام ابو حنیفه رحمت الله به همو چی حدیث که به یک رقم خوانده شوه در ابو داود است که علیه السلام صلا رکعتین فطال فیها القیام ثم انصرف بعد ما انجلت شمس منصرف شد و آفتاب روشن شد امیره چی میکنه اما شما مذهب را خودتان به دل خود تغییر دادن نمیتونید که از یک مذهب برن به دیگه مذهب چی کنید تا که شما دراسات علیا را نخوانده باشین متخصص در رشته نباشین شما مذهب خود اعلا کردن نمیتونید که فورا شما از یک مذهب و دیگه مذهب انتقال که این کار کردن نمیتونید برزون اصلا یک مخلوق خداوند است مخلوق کلان خداوند است هلو و علیکم السلام بفرمایید بله ها بله بله این گپ از خو ما قدر بسیاری را کلان نگرفتیم به نسبت از این که ما همی سوالا را در وقت اخیر میگیریم و این سوالا این از روز پیشتر مانده بود
ما در روز جمعه پیشتر هم ایره گفته بودیم، روز یکشنبه پیشتر، لکن او چی خراب شده بود؟ یک خرابی در تلویزیون پیدا شده بود، او نشر نشد دمی اول. عزیز هم ایره تکرار کردیم، یعنی اصل تفصیل بیشتر شده در روز اول گفتیم. هیچ کدام این مشکل نداره، مشکل به این نداره که این دو مخلوق خداوند است. شما میدانید که آفتاب هم کلان مخلوق خداوند است، زمین هم است، ماتاب هم است، همه از اینا حرکت میکنه. ما اینو بسیار تفصیل به این نداریم که دیگه موضوع دو موضوع دیگه داریم دیگه، و ما کم کم امی موضوعات خود میخوایم که تکمیل کنیم. خب به این سبب اینو مختصر گفتیم که نماز کسوف ایری تو خوانده می شود. او برادر از پیش ما خواندن نماز پرسان کرده بود، نه تفصیلشه. طبعا اینا همگی چیزی که کائنات است، همه حرکت میکنه، حرکت میکنه. زمین به دور آفتاب میگرده، و وقتی که زمین به دور آفتاب میگرده، یک قطب اصغر است، یک قطب اکبر. در قطب اصغر تیز می شود، در قطب اکبر باز نرمال می شود. این علمای ساینس امروز کشف کردن که چطور زمین هم یک زمین است، قدرتش هم یکی است. در اینجا تیز می شود، در اونجا نرم می شود. پس ملایم می کنم میگه که جاذبه آفتاب بسیار قوی هست، می تواند که همین زمین جذب کنه. در این سبب خود زمین در اینجا سرعتش زیاد می شود که جاذبهش هم زیاد شود تا که نتونه آفتاب ایر جذب کنه. در قطب کلانش که می رسه، قطب اکبرش، در اوج نرمال می شود. اینقدر نرمال هم نمی شود که از این چی برای از و به یک لایتناهی بروه، اما تو گم می شود در کائناتی ویسا کلان است. اینطور هم نیست، اما یه ذره نرم ملایم میشه مثل نرمال واری. این کسی که در ساینس امروز فکر میکنه، این خود ای آدم میگه، این کسی که رو کشف کرده میگه هازا تدبیر و من اینمی که در اینجا تیز میشه و زمین و در اونجا سرعتش نرم میشه، این تدبیر کی است؟ میگه الله، کریتور، الله سبحانه و تعالی. اینی را همه طور خلق کرده. یکی برهان نظم است، یکی برهان خلق. برهان خلقی است که بدیع السماوات والارض، که در دیگه درس ما میگه بدیع السماوات والارض، یعنی اوریجینیتور، یعنی اساسا هیچ اساسی از امین موادی که در روی زمین است هیچ کدامش وجود نداشت. الله سبحانه و تعالی این کائنات خلق کرد به این رقم، و این ای خودش معجزه است. امین تو خلق کردن که این چیز مثلا چوب نباشه، شما از پیشش یک چوکی رو جور کنین یا چی رو جور کنین، این خودش معجزه است. این امین یک معجزه است، و این که بعد از اون که خلق کرد امیر با همین نظم درستش رو نگاه کنه که هیچ تغییری در این نبیه، خراب نشوه، تصادم در بینشان رخ نده، این برهان نظم است. برهان نظم کمتر از برهان خلق نیست. این محمود العقاد میگه که در چی است، در مصر عالم بسیار بزرگوار، بسیار کتاب ها نوشته، یک کتابش در ازوی که برهان خلق و برهان نظم، یعنی از این شما خدا را میشناسید، از این شما درک میکنین که بعضی مردمایی که ملحد است، یعنی سکولر است، عقیده با خدا نداره، با آخرت نداره، اینا این چیزا قرآن که خوان به این ترتیب دلایل پیدا کرد، دلش نرم میشه، پس با چی خداوند میگرده. و ایره پسترم باز در بحث میاییم ما سر از این بحث. ما منتها نماز خواندنش گفتیم که نماز خواندن در چی؟ در نماز خواندن در نماز کسوف دو رکعت است،
و د ای دو رکات به نام مذهب حنفی یک رکوس چند رکو نیست مثل که مذهب شافی میگه، بلکه یک رکوس و دو سجده است مثل نماز عید و مثل نماز چیواری. دیگه خداوند شما را خیر بده. ای بحثی که ما میکنیم ای بسیار مختصر است به نسبت از ای که وقت ما سر دیگه موضوع ما بحث میکنیم. این موضوع آسان است، یعنی هر کس میتونه که دو رکعت نماز بخونه. از نگاه فیزیک و ساینس و این چیزا ای خودش خود به خود اینمی کار صورت میگیره، لکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر امرش به وحی خداوند، چون دو مخلوق کلار خداوند در این یک حالت قرار میگیره که یکی نزدیک به دیگه میشه، میشه یک چیزی رخ بده، میشه یک نقص برسه به بشر. برای از این دعا را اختیار کنید، شما دعا کنید، نماز بخوانید، دو رکعت به خدا نیاز آزاری کنید، عوض کنید که پس به حالت نرمال خود بیاید. این کار خوبی است و کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم همگیش مبنی بر وحی است. الله سبحانه و تعالی ما و شما را خیر که به نقش قدم پیغمبر روان شویم و همچنان به آیات قرآن کریم فهم حاصل کنیم. اگر یک کس قاری باشه و قرآن نفهم معنایش هیچ فایده نمیگیره. او اگر کسی خدا را نشناسه از نگاه علم عقاید و هزار سال نماز بخوانه، نمازش هیچ بفایده است تا خدا را نشناسه. اول ایست که خالق تعالی واحد لا شریک است، بس به قبر عبادت کردن، به جنده خود را خوار کردن، غلطیدن در پیشش، یا پیش یک شخص خدا مثلا او را مثل خدا واری از پیش از او چیز را خواستن، اینا همگی خساره به خودی شخص است که از اسلام میبراید. یعنی اسلام اینمیست، معنای قول پیغمبر اینمیست که خاص برای خدا هر چیز را شما دعوت چی کنین، سجده به شمس و به آفتاب و به ماتاب و به این چیزا شما سجده نکنین، خاص برای الله سبحانه و تعالی. ما آواز شما را بلد هستم اما نامتان از یادم رفته، شناختم که شما کی هستین، خیر ببینین که سهم گرفتین در این چی سوال کردن. خب به هر صورت وقت ما آخر یک نیم ساعت است، ما یک و نیم ساعت وقت داریم. در یک و نیم ساعت چند موضوع ما میخواهیم که مختصر مختصر عرض کنیم. موضوع کسوف خلاص شد و این دیگه قابل بسیار بحث و چی نیست. این میتونی تنها نماز بخوانی، میتونی جماعت بخوانی، دو رکعت بخوان، لکن مذهب حنفی شما بعد از این که مذهب حنفی رو گرفتین به دیگه مذهب رفتن نمیتونین تا وقتی که شما متخصص در این رشته نشین، بفهمین کدام حدیث قوی است، کدام ضعیف است و این را شما ترجیح بدین یکی را به سر دیگه. این بحث بسیار قوی است. این برای شخصی است که دراسات علیا را در ازهر شریف خوانده باشه یا در دیگه جای خوانده باشه و تمام چیهای از این را خوانده باشه، او میتونه که مذهب مثلا تغییر بده در یگان چیز، نه در همه چیز. اما ای که این کار نکده باشه و مذهب حنفی انشاءالله خدا راضی است از پیشتان به همون روش پیش کنید، تو نکنید که از مذهب حنفی را مانده دستی به مذهب دیگه بروین و چهار دفعه رکوع بکنین. این کار نکنید. این نظر ما هست و نظر ما نیکی، بلکه تمام علمایی که مطلب وارد است اونم ناسته. خب اینال این گپ خلاص شد، این گپ خلاص شد. اینال بیاییم به مسئله یک آیت از در قرآن کریم در سوره رحمان آیت 37 است که در او الله سبحانه و تعالی فرموده است که فایزن شقت السماء و فکانت وردتن کدهان. خب بعد از این خب یه یاله ربی ما تو کذبان اینال این آیت ما برای شما میگم که ما کوشش کنیم امروز سکولرها را، ملحدها را،
او کسایی که به خدا عقیده نداره، به آخرت عقیده نداره، شما ببینید یک نفر است، اما یک در هرات یک شروع یک چی شده اسلامی علما گپ میزنند، در پالوی از او باز در فیسبوک یک آدم میگه وام از هرات است، همه گی گپای مثلا مجیب رحمان و دیگر رد میکنه. بابا جنت چیز که آدم برای و چیز باید متوجه باشم، تمام مردم به دین خود باید که خدمت بکنه، هر کسی که او را میشناسه در هر جایی که هست او را باید که سرزنش کنه که این کار نکنه. او بیچاره از قرآن گپ میزنه، ای آدم ملحد همه چیز رد میکنه، نه بابا ای تو نیست، نه بابا اینا را. اکثر مردم ما که هست مثلا عوام است، اینها اینمی گپی از این را میشنون، باید این کارا صورت نگیره. در عصر چی که از مثلا چی بود محتسب، احتساب، حسبه، حسبه اقه مهم است که در دین اسلام باید، اگرچه این حکومت ما حسبه و چیزا رو نمیفهمه که در چی وقت بود در اسلام، تا چی وقت بود، چرا از بین رفت، اینمی تو حالاتی آمد که حسبه را، نظام حسبه را از بین برد، نظام حسبه ای تو اشخاص را پشتش میرفت، او را اول مثلا تلقین میکرد، واز اگر نمیشد او را جزا میداد، مثل قضاوری یک اداره محکم در اسلام بود. تا وقتی امام مهدی و نمیدونم چی ده و تا وقتی ایچیا ای بود در بین مسلمان ها، پسان پسان که حاکمای مستبد و ظالم متکی شد ای، با چرا که خودی امی امی خلافت امی خود رئیس جمهور به اصطلاح امروز همه زیر نظر اینا داشت که چی میکنه در اسلام، چی میکنه، چی کار میکنه، ای چی را از بین برد. ای چیزی که در اسلام بسیار مهم بود، ولی زیر نظارتی باید چی باشه، پارلمان یا یک شقی از پارلمان زیر نظارتش امی حکومت باید قرار بگیره، ولی او کسی که زیر نظارت او خودش مسلمان باشه، این چیزا رو بفهمه که در کدام چیزا این روا نیست که یک اول الامر اسلامی مخال در این کار چی بکنه، یعنی خلاف رفتاری بکنه یا سستی بکنه یا چی بکنه. ای چیز یک درسی مستقل است، یک وقت براتون بخیر میگم. و نظام حسبه در اسلام ما براتون گفتم که حال شما در این وقت تلفن نکنین، تلفن شما در آخر وقت است. بفرمایید سر. او میفهم تو نامت نگرفتی. این همی صدا دمی موبایل ماست، ما هر وقت قطع میکردیم، ولی به نسبتی از اینکه چی شده ما گفتیم بعضی نفرهای اگر کمک میکنه وقتی فن ریزنگ ماست. بیرون است، این خوب کسی بند نکده ایره، لیکن ما آلی وقتی سوال ما نیست، تو امروز نابلد استی آمده ای. ما اون نفرهای دیگه که میفهمه این سوال آلی نمیکنه، نیم ساعت برای سوال است، نیم ساعت آخر ما ایره به بعضی اغراض دیگه ماندیم، اگر نه ایره ما گل میکنیم، آنم یک تلفنی کلان است.
وام است ای موبایل است، ای موبایل است و دیگه است، و دو نمبر است، دو نمبر است برای شما. نه نه ای نیست، ای امی موبایل است. دوتا است، اما دوتا اشتباه شده. ای رو بخیر اوسو میکنیم موبایلش، اما حالی که موبایل گرفتیم علت شیست که ما میخواییم یکان کس در این پسان باز در نیم ساعت آخر اگر در این گپ بزنم ما به یک مطلب دیگه ای رو ماندیم، اگر نه ای رو گل میکنیم. ایره صدای شنیده میشه، مردم میشنوه. خب شما الان وقت مرا ضایع نکنین، در نیم ساعت اخیر بیاین. شما اولین روز است که آمدین، امی وقت مرا ضایع نکنین، ما یک ساعت داریم. بیا در جان. آلی وقتی ای گپ نیست، در وقتی دیگه شما ای گپ بزنین. آلی وقتی ما بسیار چی است، شما پناهتان به خداوند، دیگه ما رو اذیت نکنین، ببارین که ما همی درس خود رو تکمیل کنیم. شما گوش بگیرین، شما همون کیوان هستین یا هر کسی که هستین، وقت خود بفامین. خب اینال آمدیم، فیزن شقت سما و فکانت وردتن کدهان. اینال یه آیه کریمه که در قرآن کریم است، برادرها گوش بگیرین، گوش بگیرین که ما اشتباه کردیم که ایره ماندیم. ای چرا ایتا شد؟ بس که ایره ما پس چی کنم. خب این یک آیت در قرآن کریم، قرآن کریم یک کتابی است که در این معجزات علمی است. هر پیغمبر به خود معجزات داشت، معجزات پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزات محسوس و مادی هم است، ولی کم بیشتر معجزات عقلی و معجزات علمی هست، معجزات علمی هست. با حدیثی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کرده، برای هر پیغمبر میگه خداوند معجزات داده. ما با آدم علیه السلام، با موسی علیه السلام عصا را داده، و با یکی دیگه با عیسی علیه السلام مثلا که یک کسی را مثلا میگفت قم به اذن الله و استاد بشه جور میشود یک رقم، همه چیز مطابق وقت و زمان این صورت گرفته. اما معجزات محمد صلی الله علیه وسلم وحی است، خودش میگه انما اوتیت وحیا اوحاه الله الی، برای ما خداوند وحی را معجزه گشتانده است که الله سبحانه و تعالی برای ما این معجزه را داده است که وحی است. وحی چیست؟ کتاب خداوند که سرش وحی شده و نمو در او. تقریبا وقتی که علما تشخیص کردن بیشتر از 1000 آیت این آیت های اینمی معجزات علمی است. یکی از او اینمی آیت است، معجزات علمی است، که این معجزات علمی در صدر اسلام ای را کس معنایش نمی فهمید. ای در صدر اسلام ای را کس معنایش نمی فهمید. بعد از او که ساینس پیش رفت و چی شد، پیشرفت حاصل شد، باز ای را معنایش مردم جهان می فهمید و اعتراف کردن به او. یکی از او آیات اینمی آیت است که فاذا انشقت السماء فكانت وردتا كالدهان، وقتی که آسمان شق شد، مراد یکی از نجمه هایی که در آسمان است این شق شد،
یعنی پاره شد، انفجار در بینش آمد. بعد از او پس برگشت به مثل یک گل گلاب شکلش، مثل یک شکل گل گلاب گشت. فکر شد یعنی اینی معنایش است. اما ایره ما میخواندم، تو هم میخوانی، پدرای ما میخوان، صحابه کرام میخوان، همگی میخوان. ایره خو نه تلسکوپی بود که ببینه که امیر قمص و یا یک وسیله نبود، لکن مردم به این ایمان آورده بود. چرا آیت دیگری در قرآنی که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، برای شما من نشان میتونم آیات قدرت خود را در آفاق، در آسمان ها و در چی و در درون نفستان، که شما بدانین که خدا حق است، قرآن حق است، پیغمبر حق است. انه الانمی قرآن حق، حق است. چطور حق است؟ یعنی وحی خداوند است. ای از طرف بشر نیست، ای قول محمد صلی الله علیه وسلم نیست. فکر شما شد؟ یعنی ای طور معنا داره، یعنی آل شما ای را نمی فهمید. در وقتی که وحی نو است، در او وقت ظرفیت شما ایجاب از ایر نمی کنه که ای را شما بفهمید، مگر سر از ایمان بیاره. یک وقت پیدا می شود که وسایل، چنانچه از حضرت علی رضی الله تعالی عنه، یعنی در این کتاب ما نوشته کردیم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه را از پیشش پرسان میکنن، میگه با بسیاری کتاب آیاتی هست که معنای از او را ما نمیفهمیم. پس آن وسایل پیدا میشود، یعنی ساینس پیش میره، بشریت نضج پخته میشه، عقلش بشر بعد از او ایره یک وسایل پیدا می شود که ایره کشف کنه، باز فهمیده می شود. ایره خود حضرت علی رضی الله تعالی و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هم این مسائلی که در اون معجزات علمی است، او را این تو درس نداده که کمی معنایش بگوید یا زیاد تفصیل بده. هیچ کدامش یک ترجمه چی کرده و تیر شده. به نسبت از این که بعضی مردم او معنای اصلی از او را نمی فهمیدن، هنوز در چی قرار می گرفت، پس ماندن به آینده که ای چی می شود، که معنای از این کشف می شود. این حالی از اون جمله یکی نمی آیت است. خوب فکرتان را بگیرید، مثلا قص و قصبازی و این چیزا را اوسو بارید، فکرتان را بگیرید که شما از الحاد براین، از کفر براین و بفهمین که خدا هست، اینمی قرآن خداوند روان کرده و سر از این تصدیقتان عقلا بیایه. این آیت به این سبب ما اختیار کردم. فایزن شقت سما، و وقتی که یک انفجار آمد در آسمان، در یکی از چیای آسمان، نجوم آسمان، فکانت وردتن کدهان، ورده در عربی گل گلاب گفته میشه، کدهان مثل رنگ سرخ از چیواری، اینطور چی میشه. خب این مسئله بود، مردم میخوان نمیفهم که ای چی در کجاست ای گل و ای چی رقم است، رنگش به رنگ گل گلاب است، ولی ای در کجا هست، چی رقم است، کس نمیفهم. تا که در 1995، خلاصه میگم که در 1995 تلسکوپ هابل کشف شد. یک تلسکوپ عملاق است، میگه یک تلسکوپ بسیار کلان است. و در این تمامی کسانی که در بسیاری مسائل مثلا از فکر خود گپ میزدن، وقتی که دیدن در این تلسکوپ بسیار کلان همه کائنات میدیدن که در بالا است، در زمین است، در هر جا است، این نشان میده. در این ما در اون وقت شاگرد بودیم در پوانتون و در اوج در کتاب ما بسیار کتابخانه خوب در پوانتون کابل داشتیم، اما او را حزب وحدت که مسلط شد گم کرد.
خب اما معاونش هم که یک برادر خوانده ما بود از اندراب، او را در سرش قدیچی زد، بیچاره اون شهید شد. غفور جان مردمی نام داشت. خب این کتاب خانه را خراب کردن. این کتاب های بسیار خوب بود ده او. او کتاب ها هم از بین رفت دیگه، خلاص شد. اونم کتاب ما مطالعه کردم تا بالی به یادم است که عکسی امو چی رو نشان میدادم از امو علمایی که در اون وقت بود، بعد از کشف امی تلسکوپ هابل که کلانترین تلسکوپ بود، اینا سیل میکردن طرف امی کائنات، طرف امی کائنات سیل میکردن که هر چیز از مرکز خود دور میگریزه، هر چیز میگریزه و هر چیز در بین از اینا. ما اما یک نفرش هم میشناختیم که انیشتین است، که شکل و قوارش معلوم است، شما که ببینید میفهمید که نمی انیشتین است. او هم بود. او شخص اولا به قدم عالم عقیده داشت که عالم قدیم است. وقتی که او جدید ده او جا که این چیزها پسان پیدا شده و به این سرعت و به این حرکت میکنه و ای خو چی هست و بسیار چیزها را به چشم خود دید، از او جمله اینمی را دید که یک چیز است مثل گل گلاب واری، اطرافش رنگ سرخ، در بینش یک چیز سفید. معلوم گفت این چی است؟ این قرآن شریف ها برش چی کرده؟ که اینی آیت بود که اینه گفت که زن شقت سما، اینجا یک چی شده؟ یک انفجار شده، در ای اثر ای انفجار ای تغییر یافته به اینی شکل و ای را در قرآن کریم ذکر کرده. پس دقیق وقت ای را مردم میخوان، لکن ابی صورتی از ای را گفته بود در قرآن، عین چیزی که در قرآن است صورتش حالی هم است، ولی ای را نمیدید تا که ای کشف شد. وقتی که کشف شد اینا دیدن صورتی از اون. بعد از او انیشتین و دیگه و دیگه همگی تغییر نظر دادن. فکری که سابق داشت او فکرشان تغییر یافت، اینمی تاثیر انداخت سرشان این فکر. یکی دوم تاثیر چی انداخت؟ ای آیه کریمه که اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. این ایره الله سبحانه و تعالی در آیه کریمه فرموده است که اولم یر الذین کفروا، آیا کافران نمی بینن که اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقنا، آسمان و زمین و کائنات همگی رتق بود. رتق یعنی با هم دیگر چسبیده بودن. ففتقناهما، ما ای را انفجار داره. نام انفجار چیست؟ که پسان مردم سر از او ماندن و بیگ بنگ هست. بعد از این انفجار چی شد؟ آسمانی پیدا شد و زمین پیدا شد و این چیزا پیدا شد، همگی کائنات صورت گرفت. و باز در قرآن کریم میگه که اصل کائنات اصلا از دخان پیدا شد. دخان چیست؟ یک گازی لزج که میچسبن. از این سبب بود که اینا چسبیدن با هم دیگر در ابتدا، که اینو خداوند خلق کرد با هم دیگر چسبید. این چیزا را که دید انیشتین نظر خود تغییر داد، گفت که راستی که ای عظمی انفجار پیدا شده. و باز چی یک عالم دیگر است، چندین چی داره، عبدالمجید زندانی نام داره و از یمن است و بسیار مسلمان کلان است، عالم است. او گفته که بعد از دیگه انفجار که دیگه آسمان ها پیدا شده و زمین هفت طبقه شده و
همچنان خشکی که در زمین است، این خشکه اول امقه مثل یک گرد واری در سر بحر بوده که از او بیت الله شریف جور شده، پسان این انکشاف کرده و چند قاره تبدیل شده. این انفجار ها پسان پسان آمده، اما انفجار اولی که بسیار مهم است او که او را بیگ بانک نام کرده، به سر از او دو نفر و قد منح بن زیاس و ویلسون جایزه نوبل عن هذا الاکتشاف عام 1978. در سال 1976 دو نفر که نام هایشان است بن زیاس و ویلسون، هر دوی از این جایزه نوبل را از علمی اکتشاف در سال 1976 اینا گرفتن، جایزه نوبل گرفتن، کمی چیز کشف کردن، در حالی که در قرآن آمدن و اونا این را اکتشاف کردن که کائنات از یک انفجار که بیگ بنگ است از او نشأت کرده و او را قبول کردن و جایزه نوبل بردن، در حالی که در قرآن کریم است: اولم یرا الذین ان السماوات والارض کانتا رتقا، چسبیده بودن. آلی که پسان چی کردن که امیم که دخان که گفته از دخان پیدا شده، در آسمان دخان است، روشنی نیست، همه تو تاریکی است، چیست؟ ای همه ای ازی ثابت شده است که این لزج بودنش، چسبیدنش از این سبز کائنات است. و ای هم در قرآن کریم آمده که یک سوره به نام دخان. خب یعنی وقد ادى اكتشاف آلة تحطم الاعتراف بنظرية الانفجار العظيم الى حصول هذه النظرية على موافقة كامل الاوساط العلمية. این نظریه را که پیش کردن اوساط مراکز علمی در جهان، ایرا چی شد؟ در اکتوبر 1994 در مجله علوم امریکایی به نام امریکن ساینتیفیک این نشر شد، امی انفجار عظیم، یعنی تصدیق شد که با آن نمونه اعتراف حاصل گردید، که یه اعتراف شد برش، تمام دنیا به یه اعتراف کرد که نمی چیزی که نمی آیت قرآن است، این نمی بالکل سبب پیدایش ایجان شده به این شکل موجود. خمیره اولش رو پیدا کرده خداوند، بازی چسبیده، بازی انفجار با این رقم شده. خب اعتراف حاصل کرد در قرن 20، تا در قرن 20 در این وقت تمام اینمی اکتشافی که علمای غیر مسلمان کردن که این کائنات از اثر یک انفجار عظیم به بیان آمده، این را حاصل کردن. در اخیر ثابت گردید که کون تکوین گردید است از نتیجه انفجار عظیم. سریع از این چیزی که در قرآن است، تمام کائنات اعتراف کرد، کائنات از انفجار پیدا شده و ایرا دو نفر سرش چی را خود گرفتن، اما آیت اصلی که مرجع است او در قرآن کریم است. پس قرآن کریم کتاب چیست؟ کتاب هدایت است، کتاب اصلاح است، کتاب معجزه است. بعد از این دیگه برای کسانی که مثلا چی دارن، یعنی الحاد، کلمات الحاد یک فکر نیست، الحاد یک چی نیست، یک حماقت است. وقتی که تمام دنیا رو میبینی که با چی طرف روان است و او میگه که از خدا منکر میشه و چی میشه، ابی قرآن خودش دلالت به ایست که ای تو کتاب غیر از خداوند دیگه کس نمیتونه که نوشته کنه، این قدرت نداره. که در او وقتی یک گپ زده آلی کشف میشه، مثل گپ انفجار. فکر شما شد، یعنی در قرن 20 در اخیر ثابت کردید که کون تکوین گردید است از نتیجه انفجار عظیم. بنابراین فیلسوف ملحد معروف و انتونی فلو، یک در بین به همراه امی انشتین و امی جمعیتی که در کتاب قوارایشان دیده می شود، یک نفر ملحد است،
هیچ به خدا و به چی عقیده نداره، ولی همه از اینا که به این معترف میشه که یک مبدع، یک کسی که ایره جور کرده، یک کسی که ایره پیدا کرده، که اینمی ذات است، اینمی خداست، اینمی الله است، اینمی خالق است که همه چیز پیدا کرده. به این رقم دیگه کس نمیتون، دیگه قدرت نیست که این رقم پیدا کنه. ایم گشته ای ملحد به نام فلو که همراهشان است، عکسشان در بین اونا هست، اما میگه که من خو ملحد هستم. اما پسان میگه گفت طوری که معروف است اعتراف افاده میکند روح را، لذا من اعتراف میکنم به اینکه یک ملحد عنید را هم جمع میکند اجماع کونی، چون همه شما به طرف اعتراف به وجود الله شدین، همه تان اعتراف کردین، پس ما تنها باندم، ما میگم که الله هست، ما میگم که خدا هست، کائنات الله پیدا کرده. و اینمی وسیع که بیگ بنگ و همی انفجار عظیم این کائنات صورت گرفته. پس اینجا ایست که چی هم میگرده از نظر خود که عالم قدیم است انیشتین، و او میگه یک کتاب نوشته میکنه که درباره خورشید، و او ترجمه شده از انگلیسی به فارسی که خورشید یعنی آفتاب، از چی است؟ پیدایش و مرگ خورشید نام کتابش است. در اولی تو نبود، میگفت تا آخر میباشه، و اولم نداره که چی وقت پیدا شده، هیچ ایره چی نمیکرد. بعد از اینمی کشف امی تلسکوپ هابل، ای همه کس معترف شد به ای که همه چیز از طرف الله سبحانه و تعالی چی شده است، پیدا شده است. ای کلان یک چی است، یک فکر است که دنیا باید خراسانی و مراسانی و پلا و بتر اینا همه گی بگیرن قرآن بخوانن. آجت ای که گپای کته بزن و چی بزن که فلانی، درست است مردم بسیار خراب است، خصوصا در افغانستان. امروز چی میبره؟ غیر قتل، غیر قتال، یعنی شما ببینین یک کسی که در رأس قدرت یک دولت اسلامی میباشه، به دروغ یک شمعی از اسلام خو میباشه که او چی کار بکنه برای اسلام. و حزبایی که در اینجا به نام اسلام است، باید اونا این رو فکر کنه که آدم چی کار میکنه. او کسی که میگه که من قطع از این مقاطعه میکنم، قطع از او قطع میکنن. من نسبت چهار قران مسته که پیش چی پرته که بگی بگردان دینتا. این چی رقم مردم است؟ یعنی قرآن رو بخونن، قرآن اینا رو مسلمان میسازن و با ایمان میسازن. از همین مادیاتی بسیار که مثلا مردم به فقر رسو از این خلاص میشود، الله سبحانه و تعالی باز کمک میکنه اگر کسی پس به طرف الله برگرده. خب این انتونی فلو ایره یادتان نبره، طوری که معروف است اعتراف میکنه به روح، و پیشتر از او اعتراف نمیکرد، لذا میگه من اعتراف میکنم به این که یک ملحد عنید را هم جمع میکنن، یعنی میگردانن از دینشان. اجماع کونی معاصر بر این مسئله چی است؟ باز ایجا چی است در این مسئله؟ وقتی که این مسئله کشف شد و امی گلواری امی چی دیده شد در قرن بیست، در اخیر قرن بیست بود یا در اولش بود، این دیده شده، تاریخش هم گفته. زیرا خلال کنفرانس های علمی جهانی که در مراکز متعدد در اطراف جهان در مورد اعجاز علمی در کتاب سنت دایر گرده است و میگردد، برملا میگردد که بحث های علمی بسیار مهم و خوب ثابت و بهره‌ور توسط علما و دانشمندان غیر مسلمین، مسلمان نه، غیر مسلمان، اونا چی کردن؟ حتی در بین دعوتگرای مسلمان
که خوب مسلمان در بین امی دعوتگرا هم امی فتنه فارسی و پشتو هست، پشتو را بد میبینن و فارسی را، فارسی ها نور بد میبینن پشتو، ای چی؟ ای خب کفر است. خداوند در قرآن سوره انعام ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم، پیغمبر گفت تو از جمله از اونها نیستی که تو ای پشتون است ای فارسی ها است و در جان یک دیگه بخیزید. تفرق، تحزب، اینا همگیش غلط است، گناه کبیر است، غلط است و مردم از راه درست میکشه. این گفتیم بر بحث های علمی بسیار مهم و خوب ساوید بهرهور توسط علما و دانشمندان غیر مسلمان در طول 10 سال من همه گردنشان در ریسرچ و فزوهش آیات قرآن و مصرف میلیون ها دلار به دست آوردن. نتایج فزوهش هایشان را به صورت کامل و تام، نتایج فزوهشان مطابق آیه کلمه در آیه بلکه در حرفی که در یک آیه به کار برده شد، در هر حرف قرآن یک معنی است، یک حقیقت دو چی است. اینال مقاری قرآن است، میگه مقاری قرآن است، معنایش بگو، خود وقت ضایع کو، مصرف کو، یک حفظ قرآن خود آدم به جای نمیرسانه، بفهم معنایش به مردم برسان. و این مصداق این فرموده الله تعالی سنوریهم آیاتنا فی الآفاق فی انفسهم، سنوریهم آیاتنا، خداوند قرآن میگه که ما برای شما سین که آمد مستقبل است، یعنی در آینده براتون نشان میتم. او مسلمان ها که نو شما مسلمان شد، حالا شما نمیفهمین بسیاری معجزات علمی که در قرآن است، ولی پسان بشریت خودش اتو آلات اتو چیار کشف میکنه که او شما را میفهمانه خوب به صورت صحیح که قرآن هم حق است، الله هم حق است، پیغمبر هم حق است، ابی دین اسلام هم حق است. چرا بر ضد یزی شما قیام کرده؟ یعنی معنای گپ اینه میتونه سنوری معاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکن بربک انه على کل شیء. آیا شما نمیفهمید که خداوند به هر چیز شهید است؟ شهید است. یک وقت یک آدم به یک آدم قرض میداد، گفت قرض بده، گفت که برو شاهد بیار، گفت الله شهید، گفت خدا شاهد است. یه آدم خب ماند، گفت که برو، گفت یک چیزی خوب بیار که ما، گفت الله وکیل، خدا وکیل است، سازنده و دهنده و چی کرده خداوند است. خب شد، ابرو داد برش، ابرو داد برش، به وقت تو چیش برش پس قرض شده. ای چیه؟ چی هست یعنی؟ الله شهیده. آدم همین تو عقیده داشته باشه که مال کسی نخوره با فریب بانه و چی نخوره، ولی ضوابط و چیز که در فقه اسلامی است و به کلی درست است که باید چی شود. خب در سال 1995 یکی از قوی ترین آژانس های خبررسانی فضا در جهان از خلال رصدخانه بسیار کلان عمراق، همو هابل، تلسکوپ هابل هستی، از موقع معلوماتی صورتی را منعکس کردن که شکی بیننده نمی کنند که گل گلاب نباشد. از دور که می بینیم مثل گل گلاب واری معلوم می شود. شما سوره رحمان رو بخوان و بخوان و بخوان و ختم کن ختم کن، آخر نمی بینیم ای چی هستی؟ فیضان شقت سما فکران ورده مثل ورده واری مثل گلاب واری رنگ می کشد. کو که نمی بینی، یعنی وسایل که پیدا شد مطابقی اما امر خداوند که در آینده ما براتون نشان میتم چی داره. آل شما اگر بگویم نمیپذیرین و شما هم گمراه میشین. از این سبب باشه تا وقتی که اینمی چیزا پیدا میشه باز شما قرآن رو میفهمین که کتاب خداست. یکی از قوی ترین آژانس خبر از فضا که او چیز ناساست از حال صورتی را منعکس کرده که هیچ شک بیرینده نمیکنه گل گلاب نباشه. اوراق سرخی از او که اطراف آن را برگاه صف فرا گرفته و در وسط آن مثل ظرفی که رنگ سفید دارد، اما حقیقت این تصویر نشان دهنده انفجار سیاره بسیار کلانی است که نام آن را عین القط تعبیر کرده. عین القط
یعنی چشم پیشک به نام ازی ایره مردم تعبیر کرده، تعبیر مردم از ما به فاصله چقدر دور ازی خب فرصت بگیره، از ما از زمین به فاصله چقدر این سیاره دور است. از ما به فاصله 3000 سال نوری، ببینه هزار سال قمری یک روزی سال نوری است، هزار سال. ثم یدبر الامر من السماء الى الارض في يوم كان مقداره الف سنه، في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. اینا یک معجزه دیگر دی، امیر خلاص کن بازورم که از یادم نرود، او را برتان میگو که در پاریس مردم جمع شد، همه دانشمندان دمی اخیر قرن 20، که ما در دنیا چند چی داریم، سرعت داریم، چند سرعت داریم. همه دانشمندان جمع شد، قانون دارا و مثلا اینمی کسایی که برق و این مسائل فیزیکی و دیگه چیزا را میفهمن، گفتن دونه، یکی سرعت نور است، یکی سرعت چی است، لونر سیستم است. این از قمر که میگرده که شب میشه یک روز 60 ساعت است و 60 دقیقه است و 60 دقیقه 60 ثانیه است و این رقم ای حساب است. اینا که زدن و جلب کردن که این یکیش با دیگه چی تناسب داره، همیشان که ضرب کردن و جمع کردن و چی کردن، همیشان ثابت شدن که هزار سال قمری برابر با یک روز نوری مسافه داره، برابر است. اینمه تو خودشان امضا کردن و چی کردن، قرآن کریم برای شاورد کسی یدبر الامر من السماء، سوره حج و در سوره مثلا چی سجده و این آیت است. یدبر الامر من السماء، خداوند تدبیر میکنه کائنات خود را از آسمان تا زمین در یک روزی که برابر با هزار سال است پیش شما. الله سبحانه وتعالی هیچ یک روز برای پیش شما هزار سال او فاصله است، اما پیش الله سبحانه یک روز او کدام است؟ ایره برشتم کرده شما ایره کشیدین به ضرب و تفریق خودتان. الله سبحانه در این کتاب قرآن کریم اینه ایره نوشته کده که هزار سال قمری مساویس به یک روز، به یک ساعتی چی، به یک روزی چی، به یک روزی از چی. یعنی ایره ایره حیران ماندن، گفت ها ای خو از علمم کده پیش هستی، چی رقم کتاب است؟ تحیر و حیران ماندن که ای خو از علمی نمی فعلی که ما در دنیا داریم از این کدام پیش است؟ ای قرآن علمش و فهمش و درک ازی که ایری تو در کائنات ایری تو چی هست، دو قدرت هست، او قدرت با این قدرت عالی ما ای را درک کردیم. سبحان الله، گفت ای حق است. اما کجا که مسلمان شد، شاید بیچارش مسلمان شده باشه، بیچارش اگر چی نشده یعنی یک رقم یک غرور جلدی و یا چی داره که ما سفید هستیم و ما ای طور هستیم، اگر نه در غیر از او خو یعنی میقره که بفهمم باید که بسیارش مسلمان میشه. امروز ثابت شده که 10% از دعوتگرای دنیا همگیش پدر و مادرش چی است؟ یهود و نصارا هستن، اما خودشان خوبترین دعوتگر هستن در جهان، دعوت میتن، نه از کسی چی هستن، نه هیچ ابی سعی سطره در آلمان، در اوجا، در ایجا، دیگه مردم هستن، این تو مردم هستن. خب که نام آن را اینقدر تعبیر کرده است، با فاصله 3000 سال نوری فاصله در چنین موقعیت، معلومات هزاران تصویرهای رنگی که رصدخانه های کلان جهت درک عجایب فضا دیده می شود،
مگر چه رابطه دارد این تصویرها با اعجاز قرآن کریم. در قرآن کریم سوره رحمان آیه است که فاذا انشقت السماء فكان وردا كدر، اگر تفسیر آن را در بسیاری از کتاب های تفسیر مطالعه کنید، پیش از نص تصویر این رصدخانه ذکر شده نمی توانی عطش علمیت را فرو نشانه. تا که یعنی که یعنی عطش که تو می فهمی، زیرا در قرآن آیات است که هنوز تفسیر نشده است، چنانچه حضرت علی فرموده است و اینکه انشقاق این نجم، انفجار این نجم مشابه به گل سرخ است، و بلکه تصویر این سیاره در وقت انفجارش به صورت واضح عین تفسیر همین آیه است. بنابراین این یک نوع از تفسیر اعجاز علمی قرآن است. بنابراین ثابت گردید که قرآن معجزه مستمر است، این معجزه است که عقل را عاجز می سازه که قبول نکنه ایره. اگر عقل باشه که انسان عاقل باشه، قرآن پیروی میکنه، اسلام پیروی میکنه، ای بسیار چی است. و در واقع نبی کریم ما محمد صلی الله علیه و آله آیات کونی یا بنابر اجتهاد خیش یا به توجیه سبحانه و تعالی از شرح بسیار از آیات کونی در قرآن کریم، یعنی ایره دو وقت شرح نده پیغمبر می فهمید، لیکن خداوند میگه یک توجیه چیست که الله او رو منع کرد، بان که خود مردم از طریق مردم توسط آلاتی که پیدا میکنن این گپ بفهم، بعد از او قلبشان واز میشه به قرآن، قلبشان واز میشه به الله، به پیغمبر. زیرا اگر شرح موجز میکرد نسلهای آینده بر او ضرور میگرفتن، برو چی اگر شرح مفصل میگه مردمان در اطراف چیتون میشه. خب بر صورت اینی چی هست، یعنی ای چی که گفته که قمر قطع میکنن در هزار سال آن مسافه ای را که نور در یک روز قطع میکنن، یعنی هزار سال مساویست به یک روز. ای چی خب یدبر الامر من السماء الى الارض، این فرق بین ای که مردم جمع شدن و چی کردن و ای چی چی جور کردن، ای چی است. این حال ای گپاره بیاین که چی در سال 1989 میلادی آژانس پژوهش‌های فضایی امریکا ناسا مشهور است، ما که در امریکا شاگرد بودیم و ما رو میبرد نشان میداد همه چیز شدیده، ثابت ساخته است در بحث تجانس ماده کون را و برابری تام آن را در خواص پیش از انفجار و بعد از آن. ای ناسا که چی کرده؟ چی را تثبیت کرده؟ گفته چیزی که پیش از انفجار چی شده است؟ بیگ بنگ، امی مواد و بعد از انفجار همگیش تجانس داره، یک چیز است. بنابراین زیر کی خلق کرده اول؟ اول الله سبحانه و تعالی ای امی چی زیر پیدا کرده است. که اینالی برتان آیه کریمه رو بخوانم که چی گفته از خدا ورد. همچنان در این مرکبه فضایی تصویر بقایای دخان کونی که در نتیجه پروسه انفجار عظیم به بیگ بنگ در اطراف کون به اندازه بعد 10 میلیارد سالهای نوری، 10 میلیارد سال نوری از ما فاصله داره چی نجم، و ثابت گردان که این همان حالت دخانی است پیش از خلق آسمان ها و زمین. اما تو که انفجار کرده و دخان داشته، وام داشته ابو دخانه، ابو انفجاری که در ایجه شده کائنات جور کرده و امو تو انفجار کرده که از او یعنی شکل گل به خود گرفته. پس این حالی ای آژانس ناسا یک چیز دیگر کشف کرد که همگی اساسی وجود ماهیت کائنات یک چیز است که خداوند رو خلق کرده.
شما شد یعنی انفجار عظیم به یک بنگ در اطراف کون به اندازه بعد 10 میلیارد سال نوری و ثابت کردن که این همان حالت دخانی پیش از خلق آسمان ها و زمین است. همون دخان است. این آژانس پژوهش های فضایی امریکا ناسا اعلان کرده است که عمر کون 13.7 میلیارد سال نوری است. میلیارد سال نوری یعنی قوامرش است. که از این وقتی که امی انفجار شده ای امی تو یک چیر نشر کرده است. و این اکتشاف اقرار است بر اینکه این کون آغاز دارد. یعنی به نتیجه رسید. این کون آغاز دارد. یعنی چی نیست؟ قدیم نیست. مثل که در اول میگفت انشتین و دیگه که عالم قدیم است. نیست. پس الحاد از بین رفت. پس خدا از کائنات ابتدا پیدا کرده است و خود خداوند ازلی و ابدی است. سری از دیگه قل ولا احد بخاری. خب و این اکتشاف اقرار بر این که این کون آغاز دارد و قرآن کریم کیفیت آغاز کون را در یک آیت اولم یر الذین کفرون السماوات والارض کانتا رتقا فتقناهما. این آغازش از زمین شروع کرده است الله سبحانه و تعالی که این تو کائنات تشکیل شده. فکر شما شد یعنی پیش از 14 قرن در وقتی که هیچ یکی تصوری آن را نمی توانست تا اینمی آیت نازل شد. پیش از 14 قرن تا اینکه وسایل حقیقت آن را به عین الیقین ثابت ساخت. ابی وسایلی که در دست بشریت است دیره به عین الیقین ثابت ساخت. درست می و تاکید شد صدق رسالت محمد صلی الله علیه و سلم و اینکه علم او وحی است. پیغمبر نه پانتون خوانده نه درس خوانده نه چی خوانده. از صبح تا بیگاه حدیث بیان میکنه. هر حدیثش یک چی است؟ یک اساسی علمی قوی است که با حتی در بسیاری امراض در بسیار چیزها هیچ چیزی نیست که در اوی حدیث نباشه. حقیقت آن را به حدیث ثابت ساخت که علم او وحی است. صرف الله است که عالم غیب است و شهادت. عالم غیب شاد خداوند است که علم از او وحی از طرف خداوند است. در این آیه جانب دیگر اعجاز علمی که شیخ عبدالمجید زندانی گفتن پیشتر برتن گفتن عبدالمجید زندانی چه عالمی کلام است. در یک چیم است یوتیوب در چیم موبایل ما در مجا علما میه که ما هر وقت یکان تشه میگیرم باز او را گپشه میشنم و بعد از او باز از دیگرش میگیرم. خواهی قوقت هم نیست خواهی یکش یکان روز یکش از دیگر روز او هم میه از همه کده او فهمیده تر رو در این وقت یکی همو چی نجار او مثل عالم آدم است. خب اجازی که شیخ عبدالمجید زندانی گفته است مثلا آسمان ها و زمین رد بودن باز از هم جدا شدن. آسمان یک کتله بود باز به 7 آسمان ها و زمین تبدیل شد. آسمان به 7 آسمان زمین یک دفعه نشده به تدریج انفجار تبدیل شد و خشکه یک قاره بود باز منفصل به عددی از قارات گردید. قاره چی و قاره ای و قاره ای بدی این خداوند دیرم میگه قربان قرآن شد بدیع السماوات والارض اوریجینیتور. این کلمه انگلیسی رو به این میگم که شما میفهمید اوریجینیتور یعنی یک چیزی که مثل نداشته باشه. کائنات از یک چیزی که مثل نداره از او پیدا کرده. از این سبب این رو که عقاد خدا مغفرتش کنه میگه که خلق خودش یک معجزه است. خداوند یه چیز کائنات خلق کرده که هیچ مثلی نداشت. مثلش وجود نداشت. اگر چوب باشه شما چوکی رو میسازین و دروازه رو میسازین چی را که چوب که نباشه شما چطور میسازین این چیزا رو؟
عصر پیدا کردن عصا، این بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض. بفرمایید سر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بفرمایید. شکر الحمدلله. لایف است بله. خیر ببینید شما را. خداوند پدر مادر شما را جنت جنت جایش کنه. خدا شما را نصیب بکنه. خیر ببینید. دوم استاد، به نظر من امروز باید در افغانستان ماتم ملی و جنازه افغانستان گرفته شود. آه ما هم گریان میکنم هر وقت. بخاطر که یک آدم گلمجم، بیناموس، لوسی، دوز، شرابی، جاسوس، منیشه، جنرال بیسواد روسا مارشال میشن. امید میکنم دوباره با مسئولیت در چوکات اسلام نظر خود بگیریم. بله. با میگم برد. ما خب نمیترسیم. ما میگم برد. خدا حافظ. زنده باش. خیر ببینی خدا خیر و برکت بده. ما این گپ ما مان بدیع و سماواتی می خواندم. خو خیر سوال ای برادرم بسیار یعنی سوال درست است. اصلا آدم چی بگوید دیگه؟ اینمی امریکایی ها را به زانو در آورده طالبا. خداوند قرآن یک آیت ذکر کرده، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. ایره ما برای چی میگم، برای غین چی نام داره نامش، غنی که رئیس جمهور است، خداوند اگر تو مسلمان در قرآن سیل کو چی میگه، لا یجرمنکم شنآن قوم، با بغض و عداوت و دشمنی با کسی باعث نشوه که شما عدالت نکنین، عدالت کنین، زیرا عدالت رحم خدا را میاره، عدالت آسایش و آرامی را به شما میاره. این امر خداست. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الله تعدلوا و اقربوا للتقوی. شما که تقوا را پیدا کنید با خدا نزدیک شدید. فکر شما شده نه؟ اینال شما که طالبا جنگ دارد، لیکن طالبا هم یک کار کرد که امریکا را ای آوازه پیدا شد که اونا میبره که چی میکنه. باید ای را ملا برادر را میخواستی در شانش اینه میتکاندی که تو برادر قهرمان هستی، زیرا که چی را مارشال هستی، زیرا که امریکایی ها رو باعث شده که براید. خب خدا میدونه که امریکا میبره یا نمیبره. تو خو یک الفت پیدا میکدی به حیث یک رئیس جمهوری وطن که او رو دل خوش میساختی و اصلاح را هم رایش آوار میکدی، ای بهتر بود یا ای بهتر است که مثلا او تمام روز کشته رایست، تو کشته رایستی بوده، او تو رو میکشه، او تو او رو میکشه، ای چی که افغان همه گیش کشته میشه، ما چی کنیم طالبه چی کنیم تو رو؟ حالا خو یک رای رو بسنجین که رای الفت باشه، رای برادری باشه، شما با هم دیگر یعنی همی کار میکدی، دنیا هم از پیشت خوش، مردم هم خدا هم خوش میشد که اینمی خو عدالت به جای کرد، عدالت. یک آدم یک عرب پادشاهش آمد در بین مکه چی میکرد؟ طواف میکرد. یک آدم پایش در پای از او پیچید او را یک سلی زد. او آمد پیش حضرت عمر رضی الله عنه عرض کرد که مرا یعنی پادشاه تنمسا چی مرا یک سلی زد خواستش. و چرا این را یک سلی زدی؟ گفت ما پادشاه هستم، یک آدم سوقه است که در بازار میگرده چی پای مرا چی کرد؟ گفت نه، رویت بگی که همون تو یک سلی تو را بذارم. گفت خی ببان خلیفه امیر المومنین، من دیگر میایم باز امی چی را آل آماده نیستم که امی قصاصی از این را بتم. او که رفت از امونجا پوچ بار خود پر کرد، پس کافر شد رفت تمام قوا و چیایش که داشت امیر رفت و
مردم به حضرت عمر گفت که یک پادشاه قی پادشاه چی خود همگی رفت و تو به نسبت یک سلیب، امر خداست، امر خداست که عدالت بکن، که خدا کنه که بیخی بره، هیچ ضرورت خدا به او نداره، او به خدا ضرورت داره. مسلمان شد فایده خودش است، که نشد من چطور کنم؟ اینه ای عدالت است. اگر واقعا امی گپ باشه، ما خدا اینجا سم نمیفهمیم که امیر امریکا را طالبا باعث شده که اینا براین، خب باید این امی کار میکرد. لیکن بعضی چی ها میاد که مثلا از امریکا دیرش ما شنیدم که گفت که امی انفجاری هایی که در افغانستان میشوه همش از طرف ایران چی میشوه برای طالب ها ده. پس اگر طالب امرای ایران هم داره و امرای روسی هم داره و امرای ازام هم داره، این دیگه چی رقم میشوه؟ تا به کی این کشتار دوام پیدا کنه؟ باید یک تدبیری گرفته شوه، امی هر دو طایفه ای که در جنگ است به لحاظ خدا به لحاظ قرآن امی جنگ بس کنن. در راه صلح متنبی یک شاعر کلان عرب میگه و وضع الندا فی موضع السیف بالعلا مضر كوضع السیف فی موضع الندا، یعنی در وقتی که صلح از شمشیر بلند کردن این مسلمان نمیکنه، از هر دو طرف باید این میره بفهمن که شمشیر در وقت صلح بلند نمیشه. مردم میره پیش پیغمبر میگه تو پیغمبر نیستی، اگر تو نشته کنی که از طرف محمد رسول الله، ما خب مشرک هستیم، بت پرست هستیم، ما تو رو چی میشناسیم تو رسول هستی؟ میگه گل کو حضرت علی رو، میگه گل کو رسول الله را، محمد ابن عبدالله نشته کو کمی صلح شوه. نفری از اونا میگه پس به دست ما بته، آدم مسلمان شده را پس به دست ما بته، میگه بته برش. او که میایه حضرت ابوبکر صدیق میگه خجالت پیشی و استاد میشه پیشی او مسلمان، میگه مرا پس به دست این مشرکین میتی؟ میگه امر پیغمبر است، امر پیغمبر امر خداست. الله سبحانه و تعالی در صلح این قدر گذشت باید بکنه که از هر چیز گذشت بکنه تا که صلح به دست بیاد، او رو میته به دستش. یعنی حضرت عمر میگه آیا ما مسلمان نیستیم؟ آیا ما بیترین مخلوق نیستیم؟ میگه هستی هستی هستیم هستیم. چرا این رقم صلح میکنی یا رسول الله؟ او میگه که من مأمور هستم، یعنی من از طرف خداوند برای مأمور شده که نمیتون این صلح هر رقمی که میگم تو بکو تا که صلح، وقتی که صلح شد در ظرف مدتی کم 10,000 قوا پیدا شد برای رسول الله، رفت مکه را فتح کرد. بیگی ما صلح خیرون، در قرآن میگه که صلح خیر است. آلی چرا نمیفهمه این حکومت افغانستان چرا صلح نمی کنن؟ همه این گپایش که آدم میشنه دویست که حالا چی مای تو قویست، قوای مای تو قویست، تو میکشیم چرا کی رو میکشه؟ افغانه افغان باز او طرف که افغان است، او کی رو میکشه؟ افغانه. از برای خدا شرم به هر دو طرف است. چرا اینطور میکنن؟ باید بشینن، از یک خاک از یک جای تولد شدین، یک دیگه خدا میکشن، شرم از برای شما، یک ذره بشرمین از خدا. این چی حال است؟ این چی قتل و قتال است؟ خلاص شد افغانستان، مثل که برادر گفت جنازهش میخوان دیگه، خلاص افغانستان تباش. نه او میبره نه این میبره، نه او اسلام میشه نه این اسلام میشه، جنگ و جنگ و جنگ. وام کمال چی خود جنگ میدانه؟ وام من نمیفهمم دیگه. خداوند یک هدایت بکنه به هر دویش که جور بیه. اگر یک التفاتی میکرد به ای که به یک آدمی که هیچ یعنی استحقاق ایره نداره، اول عبدالله عبدالله پیروی خودی چی نیست، استاد ربانی، استاد ربانی رو من یک وقت خب ما عامل دپارتمان دفاع قانون بودیم، او از عقیده و فلسفه، یک جا او چوکی از او بود، از من خب چی نبودیم، بسیار دوستا بودیم،
پیشش رفتم گفتم لنگی رو بسته کدی سفید در زیر از او شما میرین از چی؟ از چی؟ صهیونیستا و صلیبی ها رو دعوت میدین که بیاین در اینجا ای خو که بیا ای از خدا امیر رو میخواه که در اینجا بیا ای از بی خوریشه ای رو میکنه و دیگر رو کفه میکنه چطور دیگه کار کردی؟ تو خو رئیس جمهور از گریانش گرفت گفت به گفی من نمیکنه یک گروپ دیگر رو که میبینی استاز اونمو گروپ قطعا برای من نمیکنه بیچاره گریان کرد اینا ای تو یک قوم است امو او چیهای خود بیچاره را کشتن یعنی زاره ترخ کردن از دست ای که علمی هرچی که در دلشان خواست که پیسه به دستش بیایه پیسه به دستش بیایه و هر کاری که پیسه بود دمو را نه دین است نه اسلام است نه چی است باید برای اینمیال امی احزاب که چی میکنن در افغانستان باید فکر کنن با کدام روش ما بتانیم یک اساس اسلامی رو در اینجا پس شروع کنیم اگر نیم خواست بین رفته این کار نمی کنن. ما خود بزنیم به این حکومت که یک چار قران می و همینطور یک چی از که همه پیسه که می به اینمی به احمد و محمود تقیه مردم دیگه از گشنگی می مورن. یکی از وظایف اول الامر ایست که افراد رعیت خود را از گشنگی نجات بده قرار چی که به کار یک کسی از نوشته کرده که در تمام جهان تنها نمیشی هلو و علیکم السلام میره څنګه وای څنګه وای نه په څه سبب طلاق ده امام مرحوم طلاق ده کولی شي طلاق ورکړي خپلې ښځې ته لاکن یو عامل خو یې یو سبب یې بې سببه وای ته په سیاف ملوږېږه خو سیاف ده کپل ده کپل ده اوس یو سیاف خو نه ده تا سیاف کلک نیولی ا د بل سر خو دې وخوړ هغه څه نومېده کشاف هغه خو سر دې هغه وخوړ اوس دا سیاف نه پرېږدي دا نور وګوره دا غني وګوره دا هغه وګوره دا خبرې وکړه چې قدرت یې په لاس کې ده هغه څه ده هغه خو یو لکه تا غوندې یو هغه ده ګرځي خو خدا از تو دیوانا نگاه بتازم که یک آدم قایم گرفت تا که او را استقانایش نچوشن نمیمانه ای مسلمانی است تو برو که سیافی تو کده سیاف سیاف هم ما چی نه بچه عدیم از و نیم چی دارم برش کدام ضرورت دارم لیکن پشتی هر کس گپ نزن و کسی که قدرت داره چرا افغانستان به این حال رسانده چرا جور نمیشه ده ای غم بخو و طالب هم باید دیگه یعنی کشتار و این چیز رو بند کنه حالا از راهی قرآن گپ میزنه یا از راهی چی چرا این قی جنگ است او روز گفت که 1000 نفر طالب کشته شد خب امی طالب خب افغان است بیچاره چرا 1000 نفرش کشته میشه ای چرا این رقمه است ای از کی برش میگه که بکش کشتن مسلمان توسط مسلمان ای قطعا بخشش نداره استغفارش قبول نمیشه و ای قتل بسیار خراب است که میگه که کسی که کافر است قتل میکنه کسی که فاسق است دشنام میده ای دیگر هم چی است دلیل است خب برادرها این گفت ما خو خلاص نشد مگر من این گپا رو در هفته گذشته گفته بودم در هفته گذشته گفته بودم و نشر نشد و خب میایم به سر از این که ما یک کم وقت داریم اگر کسی سوال میکنه بکنه اگر نه من این آیت میخوانم بدیع السماوات و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون و السماء بنیناها بأید و انا لموسعون
چقدر خوب گپاست در قرآن کریم، چقدر خوب گپاست در قرآن کریم که بدیع السماوات والارض، یعنی هیچ از چیزی کائنات خداوند پیدا کرده که هیچ اصلش وجود نداشت، یعنی مثل از او وجود نداشت، او مادهش وجود نداشت، یه همه گیره خدا پیدا کرد. پس بنا برهان خلق، برهان نظم، این میره میگه الله سبحانه و تعالی ایره که تو این نظم باز نگاه کرده، این نظم خداوند تو که بحرها چرا حالی نمیخیزن که روز که قیامت میشه این بحرها همگی میخیزن، آب روی زمین میگیره و در میگیره بحرها، این می همه حیوانات گرگ، پلنگ، میش، بز، همه گی از اینا در یک جای جمع می شود، در یک جای جمع می شود، یکی دیگه خدا نمی خورن. یه هم در قرآن کریم سوره تکویر، در سوره تکویر ببینه همه جمع می شود، این کائنات خراب می شود، دیگه کائنات یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار، دیگه کائنات پیدا می شود. ایره الله سبحانه و تعالی در قرآن چندین جای گفته است این کائنات از بین میره، دیگه کائنات میره. بفرمان سب. و علیکم السلام. و هو يا خبر زرك وقت كم مال سيافنا، مال سيافنا دفاع كلنا ده هر سرعي رضي أو سرعي قبل منظور ده موضوع فعلا في افغانستان كي غدا بده حال رسي دلائي ده داخل نرباني وس وجود لري نسياف وجود لري. ده یو خبر ده نو خدای پیگی ما زشه نه ده نور و خلق و قبول که ما خونه نه زه نه گوره وروره زه یو خبر درته یو خبر درته مغو د ما یو خبر ته وګوره ما دفاع نه ده کړې ما زه په حزب جمعیت کې نه یم زه له دوی نه دفاع نه کوم او نه مې دې چې هغه ښه کار کړی که بد کار کړی خو زه ورته ورغلم په دغه نامه سره چې ته مسلمان یې لوګۍ دې سپینه تړلې ده او ته له خیره سره خل تر ځې هغه خلک دعوت ورکوې هغه وویل چې دا کار ما نه دی کړی دغه خلک یعنې اشاره یې د هغه ته وکړه دغه نفر چې اوس هم فعلا په راس د قدرت کې ده عبدالله او هغه ته چې دغه خلک د ما خبر نه مني ما دا خبر وکړه چې دغه شی مې اورېدلی ترې ومې ویلې ما خو له هغه نه دفاع نه ده کړې دا 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 خبر ته ما نه دا خبر چې هغه ما خبره کړې شاهد لري نه کدا یې کړی درسته ده که غږ یې ثبت کړی بیا 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 د خدای لعنت دې کړي کدا کار وګوره کنه کدا کار کړی ته خبره ته غوږ نیسه کدا کار کړی لعنت دی خدای پی او کنی کړی تومتی
لعنت دی په هغه سړي چې دا تومت پې کړ. بس درسته ده، درسته که نه؟ خلاص، هغه دې ما د حدیث وایي نه ده، نه دې ما طرفدار ده. دغه دوی ټول پوه خلک دي، دغه دوی ووایي ته سړی ته دروغ وایي، دروغ وایي، ما ته وایي مخ دې ټول ته دروغ وایي، ټول افغانستان اورېدلی دی. دای درسته ده، یعنی زم تا ته احترام لرم، هر مؤمن باید بل مؤمن ته دغه دغه رقم وي که نه؟ یعنی انما المؤمنون اخوة. موږ وروڼه اوس که دوی دا حزب جوړوي د پښتو په ضد باندې، دا مسلمان نه دي، دا هغه دي. او که دوی نو ته داسې هغه مه کوه که نه؟ یو سړی چې اوازې دي پلانکې داسې ښه درته ثابت شو، دا سړی اول دی هغه مخه یې نیولی و، دغه زوی چا مړ که بېچاره هغه وفات شو، هماغه کشاف. اوس یې سیاف پسې اخیستی، زه سیاف څه کوم؟ زه سیاف پېژنم، چې سیاف زما شاګرد و، اوس استاذ ده، معتبر ده، شیخ الحدیث ده، او دا ده او دا ده، هر شی چې ده ځانته ده. د ما له هغه سره هېڅ رابطه نشته، نه ورسره کوم خط لرم، نه کوم سره رابطه لرم، هېڅ ارتباط ورسره نه لرم. نو څه ده هر ساعت راځي چې سیاف پسې مې لمونځ وکړه، داسې وکړه، سیاف پسې مې داسې وکړه. سړی سیاف خوسې که تا هغه سړی ونیسې چې په قدرت کې ناسته، چې څه لوبې دي په افغانستان کې، افغانستان کې څه تېرېږي، دغه خبر وکړه. که د سیاف په لاس کې قدرت وای، تاسو به ورته ویلي وو چې قدرت نشته او چټي یو سړی ونیسه چې فلانکی داسې و فلانکی. دا خبرې ډېر زیات د عوامو منځ کې چرولېږي چې فلانکی داسې ده او بستانکی ده. ټول اتهامات او بهتانونه آیا صحیح دي که نه دي، دا په داسې مجلسو کې باید ونه ویل شي. دا د خدای دعوت ده، د خدای د لارې دعوت ده. دلته سړی باید دروغ خبره ونه کړي. ما له هغه نه نه دي لیدلی چې هغه مثلا کافر یا هغه یا هغه وایي چې دا ده، بل څوک نه سیاف. او دا 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 نور، دا نور هغه دي، ملایکه دي، څه کارونه روان دي. په هر صورت محترم ورونو، دغه دنیا چې ده، دنیا مخ په تېرېدو ده. هر سړی باید خپل اعمال وسنجي، که طالب ده نن زمان او که دا حکومت ده، دا دواړه یو ورځ له منځه ځي. دا بد نوم یې پاتې کېږي. باید دوی په منځ کې سوله وکړي، صحیح ستره، او دومره قتل و قتال و وزل و دا دې ودروي. هم د طالب ودروي، هم د دولت ودروي. خو دولت هم صلح نه غواړي، نو هغه هم نه غواړي. په دې منځ کې نو څه وکړي سړی؟ یعنی څه ووایي؟ هر هېڅ کار نشته. یعنی مثلا باید چې دغه وطن بیرته آرام شي، څه رقم آرام شي، لاره نشته غیر له دې. دا دواړه بعضي خلق خپل موجودیت په دغه کې ګڼي چې جنګ وي، چې مونږ یو. که چیرې صلح راغله خو زه نه پاتې کېږم، نو راځه اوس دغه ټینګ که چې صلح نه وي. په دې ترتیب سره فکر کوي اکثرا، چې زه مونږ چې هغه راغی صلح راغی، خو آرامي راځي، بس مونږ هغه کېږو. نو خدای ته توفیق غواړم، هم طالبانو ته هم دوی ته، چې دا جنګ بس کې زیاتي. مونږ بیخي له هغه نه ورسېدو آخر ته. نو نور تاسو په خدای پاک سپارم. الله سبحانه وتعالی دې دا وطن روغ کې، آرام کې، یو مسلمانی حکومت دې راولي، یو اسلامي حکومت جاری کې. مونږ مسلمانان یې، زموږ پلار و نیکه و هغه ټول په دغه لاره تللي دي، او دا خراب نه شي. دا داسې یو پروژې هغه کېږي چې زه ورته ګورم چې حیران پاتې کېږم، چې ټول بنسټ د یو هغه کېږي، د یو خراب، یو هغه بېدیني و هغه. نو دا په هر صورت مونږ باید حق وایو.
خدای پامانی.